فتح مکه که سربازان اسلام به امراه رسول الله صلی الله علیه و سلم مکه مکرمه را فتح میکنند و کفار اونجا اسیر میشن و رسول الله صلی الله علیه و سلم برای مسلمان ها سبحان الله اون از رسول الله علیه و سلم برای مسلمانانی که میخواهند سرزمین کفار را فتح کنند دلهای بسته شده و تاریک را قلبهایی که در درون اونها کفر وجود داره اون قلبها را میخوان روشن بکنن و دروازه و پنجره اون قلبها را باز کنن که ایمان در درون اونها قرار بگیره الله تعالی به ذریه رسول الله صلی الله علیه و سلم درسی را به بشریت میدهد که برای همیشه مسلمان ها اون درس را نباید فراموش کنند و تعلیم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم از جانب الله تعالی هست لقد کان لكم فی رسول الله اصوت حسن زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم الگو هست برای کسانی که ایمان به خدا و آخرت دارند در هر شعبه از شعبه های زندگی وقتی مسلمان جستجو کند پیام رسول الله صلی الله علیه و سلم را میبیند در رفاقت با دوستان در عداوت با دشمنان قرآن در دعوت و تبلیغ در جهاد در فتوحات در برخورد با اسرا در برخورد با زنان و کودکان بیدفا مردان و پیرمردان و افتاده و به شیخ و شیخوخهی که در میدان جنگ اسیر میشن که با اونها مسلمان ها چطور برخورد کنند تمام این تربیت ها را مسلمان در زندگی رسول الله و در تعلیم اون حضرت صلی الله علیه و سلم می تواند پیدا کند ببینه برای خودش الگو قرار بده مسلمانان نمیخواستند که حتی کفار را هم با شمشیر نابود کنند آخرین دعوت اونها شمشیر بود اول اسلام بود بعد دوم تسلیم شدن بود سوم اونجا جنگ بود و خیلی هم از کفار تسلیم می شدن خیلی هم مسلمان می شدن و افرادی هم که می جنگیدن در میدان جنگ حضرت رسول صلی الله علیه و سلم به سربازان اسلام می گفت بزنید تعرض نکنید به کودکی تعرض نکنید به انسان ناتوانی که مرد جنگ نیست به اون تعرضی نداشته باشید شما با سربازان کفار بجنگی اما سبحان الله مسلمان ها نیازه برای اینکه بصیرت حاصل کنند برای اینکه تعلیم رسول الله جلوی چشم اونها قرار بگیره و رفتار و کردار و منش و فکر و اندیشه کفار را بیاین با تعلیم رسول الله صلی الله علیه و سلم مقایسه کنند لازمه در این است که مسلمان ها نگاهی به غزوات رسول الله صلی الله علیه و سلم بیندازند نگاهی به سریه ها به اون جنگ هایی که رسول خدا در اونها نبود اما سربازان تعلیم یافته رسول الله صلی الله علیه و سلم در اونجا بودند به اونجا نگاهی بیندازند وقتی که مسلمان ها میخوان در شهر مکه وارد بشند اون از صلی الله علیه و سلم سربازان را جلو میفرسته پیام می دهد، به فرماندهان اعلام می کند که حق ندارید در شهر مکه خون کسی را بریزید اگر چه قلب آنها پر از کفره اما اینها هم بیت الله شما حق ندارید که خون کسی را بریزید اعلام کنید هر در بیت الله و مسجد الحرام بره هر در مطاف بیت الله برود هر کس در منزل خودش بنشیند هر کس در خانه ابو سفیان بره درها را به خودش ببنده از سربازان اسلام در امانه سبحان الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم را الله تعالى چمی فرماید وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اي محمد صلى الله عليه وسلم شما نفر استادیم مگر یک رحمتی برای جهانیان رحمته کسی که سیزده سال در مکه زجر میکشه هفت سال در مدینه زجر میکشه الان دشمنان در محاصرش قرار دارن دشمنانی که قلبشان پر از کفره دشمنانی که دستها و زبان و بازوهای اونا آغشته به خون مسلمان هاست رسول الله صلی الله علیه و سلم با آنها چطور رفتار میکنه یکی از فرماندهان نسبت به امر رسول الله صلی الله علیه و سلم بی توجهی میکند وقتی سربازان اسلام را میبینند که شهر مکه در معصره قرار دادند ناگهان شعاری میدهند که رسول الله صلی الله علیه و سلم اون شعار را نمیپسنده شعاری میدهند که اسلام اون شعار را نمیپسنده چی میگوید الیوم یوم الملحمه امروز روز جنگه که باید کفار بند بند بشند تکه و پاره بشند بر زمین بییفتن زلیل و خوار بشن سبحان الله تا این نعره بلند میشه پیام به رسول الله میرسد اون از رسول الله علیه و سلم میفرماید پرچم را از دستین بگیرید شعار را خاموش کنید جای گذین کنید الیام یوم المصلحه امروز روز صالح است محمد انسان نمیکشد حتی خون کافر را هم به جا به زمین نمیرسه اون را هم دعوتش میدهد بهش مهلت میده چون اون کافر را هم رسول خدا دوست داره در قلبش ایمان بیاد و مسلمان بشه و با ایمان از این دنیا برود سلوات خدم بفرمایید وقتی که سربازان اسلام میآیند کفار را جمع می کنند در کنار بیت الله حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در بیت الله وارد می شود سی سد و شست و بوتی که در درون بیت الله هستند اونها را می و می شکند بوتانی که دست مبارک رسول الله بر آن نمی رسه سیدن علی را بلند می کنه علی این بوتها را به زمین بزن و بعد بیت الله رو از لوس بوتان مشرکی پاک میکنه در بیت الله نماز میخواند سبحان الله کفار در محاصره رسول الله صلی الله علیه و سلم قرار دارند میآید خطبه ای می میخواند دعوت به اسلام میده اما قبل از این از اهل مکه میپرسه شما که امروز اسیر محمد هستید شمایی که دست شما به خون بهترین انسانها آلوده هست شمایی که قاتلان همزید قاتلان مصعبيد قاتلان شهدای احدید قاتلان شهدای بدرید شمایی که قاتلان حافظان و دانش آموزان قرآن هستید خب را اعدام کردید امروز شما چه نظری به محمد دارید؟ شما که این همه ظلم و ستم کردید امروز چه نظری به محمد صلی الله علیه و سلم دارید چی میگویم برادر کریمی هستید برادر مشفق و مهربانی هستید ما شما انتظار مهربانی و بدادری داریم رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرماید اذهبو انتم الطلقا لا تصریب عليكم اليوم شما آزادید کسی با شما کار نداره عثمان را عثمانی که متولی بیت الله هست عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه صحابه هست اما اون عثمان متولی بیت الله است در شب هجرت یا قبل از اون رسول الله می رود که در بیت الله نماز بخانه اون متولی بیت الله اجازه نمی دهد. رسول خدا می فرماید بگذار دروازه بیت الله را باز بگردان تا من نماز بخوانم اما اجازه نمی دهد. رسول الله می فرماید روزی فرا می رسد که این کلید بیت الله در دست من محمد باشه اما اون که در دلش کفره چی میگوید؟ میگه اون روز روز ننگی هست برای اهل مکه که کلید در دست شما باشه میگه نه اون روز روز عزته روز پیروزی اسلام و بشریت هست و اون کلید را میگیره به دست سیدنا علی رضی الله تعالی عنه میدهد میگه علی این کلید در دست شما اما رب العالمین میخواهد اون کسی که اگر چه به رسول الله ظلم و تعدی کرده به صحابه سختی گرفته هست امانت را الله تعالی میگه به صاحبش برگردارید اون شخص مسلمان میشه انوز که انوز متولی بیت الله نسل اون کسی هستن که یک روز دروازه بیت الله را بر رسول الله بست و دروازه بیت الله را باز نکرد اما الله تعالی فرمود کلید را به صاحبش برگردانید و همه را معاف میکنه